اوجگیری حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه. در واکنش به راکت پراکنی فلسطینی ها از غزه به مناطق جنوب اسرائیل. در یک سال گذشته بسیاری از تغییرات را در جهان دیدیم. به نظرم این پاندمی بسیاری از شیطان‌های قدیم را بیدار کرده و این جهان به جایی ستیزه جویانه تر تبدیل شده است. به گفته منابع اسرائیلی و فلسطینی، روز جمعه 36 فروند راکت از غزه به بخش‌های جنوب اسرائیل شلیک شد. ارتش اسرائیل هم می‌گوید تأسیسات گروه حماس را در غزه هدف قرار داده، گروهی که از حدود 19 سال پیش کنترل غزه را در دست دارد و از سوی آمریکا و اسرائیل به عنوان گروهی تروریستی شناسایی می شود. برخی اسرائیلی ها معتقدند اختلافات داخلی اسرائیل و انتخابات پی در پی زمینه را برای ناآرامی ها فراهم کرده. نظارت دولت و عدم ثبات به دلیل انتخابات پی در پی، شخصی نیاز است که قاطعانه همه چیز را یک پارچه کند. گروه های مسلح فلسطینی در نوار غزه می گویند حملات راکتی در حمایت از مسلمانان ساکن اورشلیم یا همان بیت المقدس صورت می گیرد. درگیری های اخیر میان فلسطینی های ساکن شرق اورشلیم و نیروهای امنیتی اسرائیل. بازداشت ده ها تن از فلسطینی های معترض در این درگیری ها. خشونت هایی که شامگاه پنج شنبه آغاز شد و طی آن 102 فلسطینی زخمی شدند. نقض حقوق فلسطینی ها در ماه رمضان ادامه دارد. نمازگزاران را می ترسانند و راستگرایان افراطی از طریق گروه های واتساپ تهدید به آتش زدن هر عرب می کنند. این یک اعتراض است برای دفاع. پنج شنبه نیروهای امنیتی اسرائیل مانع رسیدن فلسطینی ها به مناطقی شدند که معمولاً ماه رمضان در آن تجمع می کنند. اما ناآرامی ها پس از آن شدت گرفت که گروهی از راستگرایان افراطی اسرائیلی با فلسطینی های معترض درگیر شدند. پلیس اسرائیل به فلسطینی ها می گوید قوانین جدید برای کمک به برگزاری بهتر مراسم ماه رمضان است. ما می خواهیم مراسم رمضان اونطوری که باید و شاید برگزار بشه و نماز در مسجد الاقصا بخونده بشه. رمضان برای شماست نه ما، خرابش نکنید. ما این کارا رو می کنیم تا ماه رمضان برای همه زیبا باشه. در واکنش به این تحولات، ستاد ارتش اسرائیل روز گذشته تشکیل جلسه داد. برخی فلسطینی ها از جمله سران گروه حماس اسرائیل را به تلاش برای تعویق انتخابات پارلمانی در مناطق فلسطینی متهم می کنند. اسرائیل تا کنون با برگزاری انتخابات در اورشلیم شرقی موافقت نکرده. انتخاباتی که بنابر اعلام پیشین رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار بود پس از 15 سال برگزار شود. انتخابات پارلمانی در ماه می و انتخابات ریاست دولت یک ماه پس از آن، رویدادی که به نوعی آشتی فلسطینی فلسطینی به شمار می آید. ایلیا جزایری، رادیو فردا.